و کانال های ماهواره ای مردم بیدار شدند و مردم توانستند چیزهایی که در جغرافی ایران از آن محروم هستند از طریق کانال های ماهواره ای به دست بیارند. مثلا به عنوان مثال عرب های اهواز کانال های عربی زیاد هست که ترویج میکنه فرهنگ عربی، زبان عربی و همچنین کانال های کرد که از خارج از ایران پخش میشن. اینا همه انگیزه میشه که ملیت های غیر فارس خود را طبقه بندی کنند و این کانال ها به این ملیت ها در به آنها جهت میده یا کمک میکنه در سوق و جهتگیری این ملت ها و این باعث میشه رژیم واکنش نشون بده. واکنش رژیم در بیداری ملیت ها بالا رفتن آمار اعدام ها و بازداشت ها در بین ملیت های غیر فارس میشه. درسته. پس شما عامل مهم رو در افزایش آمار بازداشت ها و همچنین اعدام ها آگاهی و بیداری این ملل تحت ستم در ایران میبینید. صدای بنده رو دارید جناب آقای؟ بله. آره، همونطور که جناب عالی فرمودین، بیداری مردم، اگه میخوایم بریم به 10 سال پیش برگردیم، 2 برابر افزایش یافته. ما شاهد هستیم که چطور ملیت ها روز به روز قلیان اجتماعی و شورش های داخلی و نارضایتی خود را به طرق مختلفی نشون میده، به طرق مسالمت‌آمیز و غیر مسالمت‌آمیز، و الحمدلله تا الان هم با طرق مسالمت‌آمیز با رژیم برخورد کردن. ولی بیداری ملت های غیر فارس برای این رژیم چیز ناخوشایندی است و رژیم را به راه های باریک می کشه و رژیم را مجبور می کنه که اقدام های غیر انسانی دست بزنه. آره، درسته. سوال دیگه که از شما دارم، با توجه به این که شما فعال حقوق بشر هستید و به طور طبیعی شما مسئله بازداشت شدگان یا اعدام شدگان را دنبال میکنید، میتونید بر اساس این پیگیری هایی که شما دارید به ما بفرمایید و یا طبقه بندی بکنید برای ما احکام صادره‌ای که نسبت به این افراد هست، نسبت به کسانی که بازداشت شدن و نسبت به کسانی که اعدام شدن؟ بفرمایید. بله، آخرین گزارشی که از حقوق بشری مرکز سازمان حقوق بشر اهواز رسید، اول از اینجا من میخواهم از تمام کسانی که در سازمان حقوق بشر اهواز و دیگر سازمان های ملیت های غیر فارس به عنوان فعالان حقوق بشر خدمت میکنند کمال تشکر را دارم. نقطه دوم این که آمارهایی که صادر شده، ببینید خیلی واقعا خیلی خیلی وحشتناک است. آمارهایی که صادر شده تقریبا از 30 اکتبر در طی 3 ماه گذشته، آمارهایی که نشون میده سال 2012 114 نفر در 3 ماه فقط از اهواز دستگیر شدن یا از استان عربستان ایران دستگیر شدن. 114 نفر. و این و در طی سال 2012 در استان عربستان یا اقلیم عربستان حدودا 374 نفر دستگیر شدن. این آمار کل سال 2012، ولی در طی 3 ماه اخیر 114 نفر ما بازداشت داریم، بازداشت در اهواز داریم. و بازداشت ها میتونیم اینطور اونها را طبقه بندی کنیم، یکی به فعالیت سیاسی، فعالیت فرهنگی و در اهواز یه چیزی که شاید استثناء باشه، گرایش مردم به تسنن، به مذهب تسنن که با برچسب های وهابیت آنها را و تشدد دینی آنها را به زندان میفرستن.
درسته. بنابراین ما میبینیم در این 3 ماهه اخیر طبق آماری که شما دادید، شما فرمودید که در طی سال 2012 374 نفر بازداشت شدند و دستگیر شدند در اهواز، ولی میبینیم در 3 ماهه آخر سال 2012 فقط در همین 3 ماهه 114 نفر بازداشت شدند و این نشانه همین افزایش آماری است که در طی سال اول طرح کردیم. بنابراین تقسیم بندی میشه با دستگیری ها و بازداشت ها بر اساس اون صحبتی که شما داشتین، کسانی که فعالیت سیاسی دارند، کسانی که فعالیت فرهنگی دارند و کسانی که فعالیتی دارند یا به بار دیگر سنی شدند. بذار اینطور به صراحت بگیم، اونایی که سنی هم شدند اینها را هم جزو دستگیر شدگان هستند. این سه گروه، فعالین سیاسی، فرهنگی و کسانی که میدونید انسان آزاد در انتخاب دین خودش، نمیشه کسی رو اجبار کرد. کسی که قانع نمیشه به یک مذهب میتونه مذهبش رو تغییر بده؟ چرا باید به زندان بیفته؟ آقای عبیات، خیلی برای من عجیب اتفاقاتی که در ایران داره میفته، واقعا در هیچ جای دنیا نیست. یک کسی به اون مذهبی که داره قانع نیست، قانع نمیشه، میبینه مطابق عقل و اندیشه نیست، آزاد هست که مذهب دیگه ای رو انتخاب بکنه. اینکه چرا اینها رو به زندان، یعنی وقتی اینها رو به زندان میبرن، شما که تو این قضایا وار چه جرمی رو بینیسن برای اینها؟ یعنی حکمی که صادر میشه چی؟ همین به صراحت نیستن به علتی که سنی شده، یعنی به همین اتهامش همین میشه، جرمش این میشه؟ نه ببین، من همون قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ملیت های غیر فارس یا کلن مردم ایران، مردمی که در جغرافیای ایران زندگی میکنن، قبل از این که پیشرفت علمی یا به صراحت بگیم قبل از اینکه ماهواره‌ها به بازار بیاد، تنها راه گرفتن اطلاعاتشون از طریق آدم هایی که به فرض بگوییم فعالیت مذهبی دارن، از طریق کانال های ایران، کانال هایی که رژیم آنها را پوشش میده و از طریق مسجد و حسینیه ها. و مردم خیلی محروم بودن از اطلاعاتی که در خارج، و میدونیم که در ایران ممنوع است میخواییم مثلا کتابی بخونید یا کتابی غیر از چیزی که ولایت فقیه و مردانش با آن اعتقاد دارن. یکی بعدا این باعث شد کانال های دینی که ترویج مذهب صحیح میکنن و مردم را به راه راست هدایت میکنن، باعث شد و ما داریم میبینیم به صراحت و خیلی روشن شده است که من یکی از آنها بودم که به زندان. فقط خیلی با زرنگی و با خوشی نمیان بزن که جرم جنابالی تسننه، چون تو قانون جمهوری اسلامی چنین جرمی نداره که کسی که شیعی باشه و به مذهب اهل تسنن و جماعت گرایش پیدا کنه یه جرمه. درسته. بعد میان مثلا به بهانه های دیگر در وزارت اطلاعات، در سلول های انفرادی، اینقدر آدم را کتک میدن و زیر شکنجه قرار میدن. چرا؟ چطور سنی شدی و چرا سنی شدی؟ کی تو رو سنی کرده؟ کتاب های مصادر و کتاب ها از کجا میرسه؟ و اصلا سؤالی نمی پرسن که تو سیاسی هستی یا بازداشت، یا یک متهمی که در سلولهای انفرادی اطلاعات قرار میده، اصلا نمیان و میدونن که ایشون سنی شده، نمیان اصلا میگن تو با نمیدونم استقلال طلبی، تجزیه طلبی، فدرالیسمی، مجاهدین خلقی. میان طی این 2-3 ماه، 1 سال یا 2 سال، فقط میان بازدید میکنن که چه عقیده ای داری و چرا سنی شدی. ولی تو حکمی که صادر میشه، با اینکه قاضی هم میدونه، میاد حکم اخلال در نظم عموم، یا یعنی نمیدونم محاربه با خدا، یا یعنی نمیدونم تجارت مواد مخدر و از این قبیل اتهامات به آنها میزنن. درست. جای بسی تعجبه، واقعا جای بسی.